نتزون، ارائه کننده بهترین خدمات اینترنتی و رابطه جهانی شما. سرخط خبرهای افغانستان و جهان. عقب نشینی کرزایی در انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی، نگرانی فرمانده ناتو نیز برطرف شد. رئیس جمهور کرزایی به نتایج صلح خوشبین است. طالبان به صورت رسمی واکنش مثبت نشان نداده است. موج جدید اعتراضات در فرانسه، دانش آموزان هم به صف معترضان پیوستند. انگلا مارکل: روند جامعه چند فرهنگی شکست خورده، سیاستمداران هم به صف مخالفان مهاجرت پیوستند. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز یک شنبه 25 میزان سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 17 اکتبر سال 2010 میلادی. من شکیلا فرحمند هستم همراه با فاطمه احمدی و ادریس جویا. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزایی پیشتر طی فرمانی به نهادهای امنیتی دستور داد تا در ظرف 4 ماه به فعالیت تمامی شرکت‌های امنیتی خصوصی پایان دهند. اکنون پس از بررسی این موضوع در جلسه شورای امنیت ملی، آقای کرزایی فرمان داده که شماری از شرکت‌های امنیتی خصوصی به صورت محدود می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این شرکت‌ها مسئولیت تأمین امنیت داخل سفارتخانه‌ها، محل زندگی دیپلمات‌های خارجی و رفت و آمد آنان، پایگاه‌های نظامی نیروهای بین‌المللی و ذخیره‌گاه‌های آنان را دارند. شرکت‌های شخصی امنیتی باعث بدبختی در وطن ما میشن هر روز. حقوق مردم را زیر پای میکنن، امنیت خراب میکنن، خدا میداره که روز دوزی میکنن، راه ها را میگرن، شو ترست میشن. حدود 2 ماه پیش بود که رئیس جمهور حامد کرزی با چنین لحنی دستور انحلال شرکت های امنیتی خصوصی را داد. حامد کرزی پیشتر طی فرمانی به نهادهای امنیتی دستور داد تا در ظرف 4 ماه به فعالیت تمامی شرکت های امنیتی خصوصی پایان دهند. نهادهای مسئول نیز از آن زمان تا کنون سعی کردند تا این فرمان را اجرایی کنند. مسئولان شمار شرکت‌های امنیتی خصوصی خودشان به انحلال شرکت‌های خود اقدام کردند. اما اکنون رئیس جمهور طی فرمان تازه از فرمان قبلیش عقب نشینی کرده است. او در جلسه شورای امنیت ملی روز یکشنبه دستور ادامه فعالیت برخی شرکت‌های امنیتی خصوصی را داد. نیروهای بین‌المللی در افغانستان نگرانی داشتن از اینکه گویا با مسدود شدن یا انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی کارهای عمرانی در افغانستان متوقف میشه، به خاطر که بیشترین این برنامه‌ها را یا پروژه‌ها را همین شرکت‌های خصوصی امنیتی تامین امنیت میکنن. یک تجدید نظر صورت گرفت روی از این موضوع، نگرانی خارجی‌ها البته در این مورد حل شده. در جلسه شورای امنیت ملی نگرانی قماندان نیروهای ناتو و سفارت‌های خارجی در مورد چگونگی انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی مطرح شده است. شرکت‌هایی که مسئولیت تأمین امنیت سفارتخانه‌ها، محل سکونت دیپلمات‌ها و رفت و آمد آنان را دارند، شامل فرمان تازه می‌شوند که می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. از دیگر شرکت‌هایی که شامل این فرمان می‌شوند، آنهایی‌اند که مسئولیت تأمین امنیت پایگاه‌های نظامی نیروهای بین‌المللی و ذخیره‌گاه های آنها را دارند. با این حال رئیس جمهور کرزی تأکید کرده است که سایر شرکت های امنیتی خصوصی تهدید جدی علیه امنیت داخلی و حاکمیت ملی بوده، روند انحلال آنها با جدیت تعقیب شود. در همین حال رئیس جمهور کرزی در مورد تلاش های صلح و آینده افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. به باور آقای کرزی ایجاد شورای صلح یک گام اساسی در راستای تامین ثبات است. دولت مردان افغانستان حمایت کشورهای خارجی از جمله آمریکا را نیز در این زمینه با خود دارد. عزیز مبشر با جزئیات بیشتر.
تشکیل شورای صلح از اقدامات جدی دولت برای تامین ثبات در کشور محسوب می‌گردد. این شورا نخستین تلاش‌هایش را برای مصالحه با مخالفان مسلح دولت آغاز کرده است. رئیس جمهور کرزی نسبت به کارکرد این شورا و آینده افغانستان خوشبین است. آقای کرزی به تازگی در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته است که تشکیل شورای صلح یک گام اساسی در راه تأمین امنیت ثبات در افغانستان محسوب می شود. آخرین دستاورد ما در این زمینه تشکیل جرگه مشورتی صلح بود. با ایجاد این جرگه ما برای مذاکرات صلح آمادگی گرفته و به گونه می توان گفت برای این کار تمرین کردیم و فکر می کنم حالا زمان آن رسیده است که طالبان را به گونه رسمی در این مذاکرات سهیم کنیم. با باور حامد کرزی، این شورا به عنوان یک نهاد معتبر تلاش های صلح را به پیش می برد. رئیس جمهور پیش از این هم گفته بود که شورای صلح از استقلال عمل کامل برخوردار است. این شورا تا کنون دو بار تشکیل جلسه داده و انتظار می رود که طرز العمل کاری آن نیز نهایی شده باشد. آقای کرزی در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که مأموریت جامعه جهانی اعاده ثبات و شکست تروریسم است که همچنان ادامه خواهد داشت. آمریکا در نظر دارد از سال آینده روند تدریجی خروج نظامیان خود از افغانستان را آغاز کند. It's a date that the US government has announced for its own plans of جولای سال 2011 تاریخی است که دولت آمریکا برای کاهش نیروهای خود در افغانستان اعلام کرده است و این معنی را نمی‌دهد که تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند. برنامه و طرح ایجاد ثبات، امنیت، پیشرفت‌های اقتصادی و ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان برنامه‌ای است که تا سال‌ها بعد از جولای 2011 هم ادامه خواهد داشت. آقای کرزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه افغانستان در منطقه اشاره کرده گفت که این کشور از منابع طبیعی کافی برخوردار است اما از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد. کرزی گفته که حکومت تلاش می‌کند تا شرایط بهتری آموزش را در داخل کشور فراهم کند تا جوانان نیازی به خارج رفتن نداشته باشند. وزارت امور داخله قصد دارد عملیاتی را به منظور پاکسازی شمال کشور از وجود شورشیان مسلح را اندازی کند. شمال کشور از جمله مناطقی است که به تازگی شورشیان مسلح در آنجا نفوذ کرده است. عملیات علیه شورشیان بر رهبری ناتو و اردوی ملی پیش از این نیز در برخی مناطق شمال کشور را اندازی شده بود. علی طاهری گزارش می‌دهد. آهسته آهسته دولت هم وجود شورشیان مسلح را در شمال کشور حس می‌کند. راه اندازی عملیات نظامی توسط وزارت داخله نشان می‌دهد که وجود شورشیان مسلح در شمال کشور باعث نگرانی دولت شده است. وزارت داخله قصد دارد عملیات را جهت پاکسازی شورشیان در برخی مناطق شمال راه اندازی کند. این نخستین بار است که وزارت امور داخله عملیات پاکسازی را در شمال رهبری می‌کند. وزارت امور داخله افغانستان متوجه رویدادها و حادثات است. به می دلیل به پلیس وظیفه داده تا برای رفع از این مشکلات امنیتی که اخیراً بروز کرده گام های مثمر را بردارند. به می دلیل بوده که عنقریب در سه ولسوالی ولایت تخار یعنی ولسوالی در قد، خواجه باودین و ینگی قلعه عملیات آغاز میشه و بر اساس معلومات که به ما امروز رسیده در ولسوالی خواجه باودین عملاً عملیات آغاز شده. گزارش های زده نقیزی وجود دارد که والیان بلخ و سمنگان نیز وجود شورشیان مسلح را در شمال کشور تایید کرده است. کشته شدن والی قندوز در داخل مسجد در تخار نشان می دهد که وجود شورشیان در شمال محسوس است. در همین حال مقام ها در وزارت امور داخله قصد دارند پلیس محلی را جهت کاهش خشونت ها در کشور فعال کنند. انشالله برای رفع از این رویدادها و مشکلات امنیتی که به وقوع پیوسته گام های مثمر برداشته میشه. وی که در کدام ولایت نخست آغاز میشه این فعلا نهایی نشده، ولی برای رفع از این باید پلیس در روی گام برداره. وی را ما تایید میکنیم که در سر پل هم یک عملی بسیار یعنی عملی شد که نباید میشد. او متوجه از او هستیم و برای جلوگیری از تکرار چنین حادثات گام برمیداریم. پیشتر شماری از مقام‌ها هشدار داده بودند که شورشیان مسلح در تلاشند تا جنگ را به شمال کشور بکشانند.
در همین حال وزارت امور داخله در تلاش است تا سطح جرایم و عملیات تخریبی را در کشور کاهش دهد.